کیوان جاوید هستم و این برنامه نگاه روزه که با هم مشاهده میکنید. موضوعی برنامه امروز رو روز سخنرانی ترامپ در سازمان ملل انتخاب کردیم. اینکه این سخنرانی چه تغییری در سیاست آمریکا بود و چه مواضعی رو در دولت آمریکا نشون میده و عکس‌العمل‌ها به این توسط جامعه باید چه باشه، جمهوری اسلامی چه عکس العملی به این باید داشته باشه و چه تأثیری رو اپوزیسیون و مبارزات مردم در ایران خواهد داشت. اینا سوالاتیه که با اصغر کریمی در میان میذاریم. اصغر کریمی، خوش اومدید به برنامه‌مون. اولین سوالم اینه که ترامپ خیلی مواضع تندی گرفته، رژیم یاغی، رژیم دیکتاتوری، رژیمی که سرمایه کشور رو صرف حزب الله و حماس و سوریه و اینا میکنه، رژیمی که باید کنترل بشه، تحریم ها رو گسترده تر باید کرد علیهش، برای اینکه این توافق هسته‌ای، توافقی که فرصت میده به جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای رو گسترش بده. اولین عکس العمل به این صحبت های ترامپ تو جامعه توسط مردم ایران باید چه باشه؟ بفرمایید. این صحبت های ترامپ به نظر من هرچند لحن بسیار تندی داشت و شاید بعضا از عرف دیپلماتیک یه همچین لحنهایی نسبت به رؤسای دولت ها معمولا به دور هست و یه مقداری به اصطلاح از نظر سیاسی سعی میکنن یه نزاکتی رو رعایت بکنن و ترامپ رعایت نکرد، ولی در این حال تازه نبود، این صحبت ها رو کم و بیش بارها کرده بود، حالا یه ذره تندتر شد تو سازمان ملل و به اضافه این که در مورد تحریم ها و طبعا خیلی از نکاتی که در مورد جمهوری اسلامی میگه خب واقعیاتیه، این که به فکر مردمش نیست، این که دانشجوها یا مردمو که اعتراض میکنن به گلوله میبنده، این که سرکوب میکنه، این که در منطقه فلان میکنه، همه این نکاتی که ترامپ گفت خب واقعیاتیه که همه میدونن و سالهاست مردم دارن میدونن، مردم در شعارها و اعتراضاتشون اینو بیان میکنن، در افشاگریاشون بیان میکنن و یک صدم اون چیزی که جمهوری اسلامی هست و هم طبعا ترامپ بیان نکرد، ولی همین نکاتی گفت بخشی از واقعیت بود. و یا اینکه تحریم ها رو تشدید میکنه، این به نظر من سیاستیه که الان دولت آمریکا داره دنبال میکنه، ولی این هم نکته تازه‌ای نبود، اینجور نبود که یه ماه پیش، دو ماه پیش، سه ماه پیش نگفته بود. از موقعی که ترامپ اومده سر کار تا و الان مدام داره اینکه برجام بالاخره قرارداد خوبی نه، توافق خوبی نبوده و جمهوری اسلامی ازش میتونه سوء استفاده بکنه و باید تحریم ها رو تشدید کرد. این سیاستی بوده که از ابتدای سر کار اومدنش تا الان دنبال کرده و حالا خارج از این به اصطلاح جنگ لفظی و عربده کشی هایی که دو طرف هم در مقابل همدیگه به درجه میکنن، ولی ته مسئله اون چیزی که میمونه این واقعیت اینه که دولت آمریکا، دولت ترامپ مشخصا تلاش داره میکنه که حالا اگه برجام رو هم نتونه به هم بزنه، ولی فشار اقتصادی رو و کلا فشار سیاسی رو جمهوری اسلامی به درجاتی بیشتر بکنه. اختلاف چیه؟ چرا این کارا رو میکنه؟ مثلاش داخل زندگی اونجوری که خودش میگه که رژیم دیکتاتوریه که مردم رو سرکوب میکنه، یا دلش اونجا میسوزه، یا قدرت به اصطلاح جمهوری اسلامی تو منطقه است که میخواد مهارش کنه؟ طبعا مطلقا سر سوزنی ربطی به مردم ایران نداره. دولت آمریکا حکومتیه که از دولت عربستان که اونم حکومتی مثل جمهوری اسلامی متحد پروپا قرصشه. دولت آمریکا همین الان با خیلی از دولت‌هایی که بسیار مرتجع هستن دستش به اصطلاح متحدشونه. سابقه دولت آمریکا جنایت در کشورهای مختلف، انواع کودتاهای نظامی، انواع جنایات بوده که کرده. سابقه حکومت آمریکا آوردن سر کار طالبان، حتی کمک به جمهوری اسلامی اومد سر کار در مقابل مردم، در مقابل چپ، در مقابل کارگر، سیاستیه که داعش رو کمک کرد. اینا سیاست‌های دولت آمریکا بوده، بنابراین اینا یه تبلیغاتیه که هر به اصطلاح علیه کسی که در مقابلش وایستاده و با هم دعوا دارن این تبلیغات رو باید بکنه. وگرنه سیاست ترامپ در خود دولت آمریکا هم سیاست کاملا ضد مردمی، ضد کارگری و ضد کوچکترین خواستایی که مردم تو آمریکا دارن. مشکل اصلی آمریکا در واقع تقابل با سیاست، اختلاف با سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه است. مشتبوندن های جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن و کلا این کشور است. مشکل اونا اینه که با سیاست خارجی آمریکا در منطقه در تعارض هست جمهوری اسلامی، سیاست متفاوتی رو پیش میبرن. جمهوری اسلامی تو بلوک روسیه است و در مقابل اختلافاتی حتی که در حتی اگر همین زاویه هم. بله حتی اگر ببخشید از همین زاویه هم بگیریم،
نباید اینو به فال نیک گرفت که دولت ترامپ با هر سیاست ارتجایی که تو داخل آمریکا داره یا میشه تعقیب کرد که چجوری دستش تو ارتجای منطقه هست و هر چیز، آیا نباید اینو به فال نیک گرفت؟ اپوزیسیون نباید اینو به فال نیک بگیرن که جمهوری اسلامی رو تو عراق، تو یمن، تو سوریه، تو جای دیگه داره مهار میکنه یا فشار میذاره که مهار بشه؟ ببینید، اگر یه دولتی یا جامعه جهانی از یه موضع مترقی، از یه موضع مردم دوستانه، از یه موضع سکولار، از یه موضع دفاع از مردم در عراق دعوا رو داشتن، خب میگفتی دنیا وایستاده، جامعه بشری وایستاده، مردم دنیا، سازمانهای کارگری، افکار انسان دوست و بشریت مترقی وایستاده در جمهوری اسلامی و داره عقبش میرونه تا به نفع مردم سوریه، تا به نفع مردم عراق اقداماتی تو دستور بذاره. ولی سیاست ترامپ که این نیست. طبعا جمهوری اسلامی رو به هر درجه مهارش بکنن در منطقه بهتره، تا هر چند دست و بالش رو ببندن در منطقه، چون اونجا مشغول سیاست ارتجایی و جنایتکارانه است، میلیاردها دلار از اموال مملکت داره صرف جنایاتش تو منطقه میکنه، صرف گروهای تروریستی شبیه خودش میکنه. به این معنی هرچی محدود بشه طبعا مثبته و هرچی دستش از همه نقاط خارج از ایران و حتی در داخل ایران کوتاه بشه طبعا مثبته. منتها مردم مسیر دیگه باید برن. مردم واسه خوش، اینا به اصطلاح خوشبختی واسه مردم ایران نمیاره. اینا کوچکترین توهمی رو مردم نباید داشته باشن که حالا ترامپ اینا رو گفته پس راه باز میشه واسه مثلا، فرصتایی واسه ما ایجاد میشه. مردم باید مسیر مبارزاتی خودشون پیش ببرن و به سیاست ارتجایی یه حکومتی که خودش، ترامپی که خودش به شدت ناسیونالیست و نیمه فاشیست در واقع است و سیاست به شدت ارتجایی رو در خود آمریکا و در منطقه داره پیش میبره، طبعا مردم نمیتونن مطلقا اتکا بکنن و دلخوشی به این سیاست های دولت آمریکا بکنن. بخشی از اپوزیسیون طبعا این کار میکنن که خب جایگاه اونا معلومه. بله، اهرام فشار تحریمه، چیز دیگه نیست در حال حاضر. خب این آیا این خطر رو نداره که زندگی مردم رو دوباره از اینی که هست بدتر بکنه، فشار اقتصادی بیشتری از این که هست به مردم بیاره و این بازم این حتی این بهونه رو به رژیم بده که دوباره تحریم ها زیاد شده و وضعیت من اینطوری و اونطوریه؟ بفرمایید. خب طبعا تحریم ها رو به نظر میاد میخواد بیشتر بکنه و این فشار به مردم هم بیشتر میکنه و یه سیاست، اینم سیاست کاملا جنایتکارانه هست که اساسا مردم دودش تو چشمشون میره، مردم هستن که قربانی این سیاست هستن. ولی عکسش هم در این حال صادق نیست. این نیست که اگر تحریم نباشه مثلا وضعیت مردم بهتر میشه. 38 سال 39 سال جمهوری اسلامی، سال اخیر تحریم ها تشدید شده و طبعا هم وضعیت بدتر شده، ولی 30 سال قبلش هم که تحریمی به اون شکل در کار نبوده، خب وضعیت مردم روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شده، به دلیل اینکه با یه حکومت فاسد، با یه حکومتی که یه مش دوز و اختلاسگر، با یه حکومتی که بخش قابل توجهی از بودجه مملکت رو صرف سرکوب، صرف دم و دستگاه مذهب، صرف تروریست‌های منطقه، صرف فعالیت‌های نظامی و صرف کارایی میکنه که کلاً در تقابل با مردم هست. به این معنا هرچند تحریم های سیاست ارتجایی و به زیان مردمه، ولی عکسش میخوام بگم موضوعیت نداره. کما اینکه اگه برجام توافقاتی کردن کاملا اجرا میشد و بر فرض محال رابطه جمهوری اسلامی با نظر اقتصادی با دول غربی و با جهان غرب هم بهبود پیدا میکرد، تازه سیاست تشدید ریاضت کشی اقتصادی که سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هست در مورد ایران هم اجرا میشد. میخوام بگم به این معنا سیاست دو طرف، چه آمریکایی که فشار میاره چه جمهوری اسلامی که اینور، دو قطب ارتجایی و ضد مردم هستن و همینطور گفتم مردم مسیر دیگه رو باید واسه وقت خیلی کمه، دو تا هم سوال دارم. یکیش اینی که بالاخره اپوزیسیون مثل مجاهد، مثل گروهای ناسیونالیست در کردستان، مثل ناسیونالیستای عظمت طلب و سلطنت طلب، این چه تأثیری در موازه اونا داره؟ تقویتش رو میکنه، نیروهاشون رو بسیج میکنه، قدرتی این بخش از اپوزیسیون راست و به اصطلاح ضد جامعه رو تقویت میکنه در مقابل اپوزیسیون چپ و یا انقلابی و یا رادیکال؟ بفرمایید. بنظرم اولین نکته اینه که تمام اون بخشایی از اپوزیسیون که شما اسم بردین و به اصطلاح خیلی طرفدار ترامپ هستن، قبل از هر چیز نشون میده که تا چه حد اینا جریانات ارتجایی هستن که به دست راست‌ترین و مرتجع ترین دولت‌ها و رؤسای دولت‌های مثل ترامپ دل می‌بندن و نزدیکن
و کسی که با یه همچین سیاست ارتجایی هم خانی داره و اینطور خودشو نزدیک میدونه به ترامپ، نشون میده که تا چه حد در ایران هم علیه مردم هست. به نظر من ممکن اینا از نظر دیپلماسی به اصطلاح تبلیغاتی واسه خودشون بکنن، اما نهایتا به نظر من دولت آمریکا مثل ابزار ممکنه توی جاهایی از اینا استفاده بکنه. متحد استراتژیک خودش به اصطلاح اینا نیستن، نهایتا مسیر دیگری رو دنبال میکنه. نهایتا این فشار واسه اینه که سیاست دول غربی اینه که جمهوری اسلامی رو به درجه نگه دارن، ولی تعدیل شده و اصلاح شده شو نگه دارن و از اینا به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن. اینکه چقدر این اپوزیسیون خودش آگاهه یا ناآگاهه به خود اپوزیسیون مربوطه، ولی به نظر من خود این سیاست ها و رفتاری که این بخشی از اپوزیسیون داره بار دیگه به مردم نشون میده که نه به ترامپ نه به اپوزیسیون طرفداران مطلقا نباید مردم نزدیک بشن، مطلقا نباید اعتمادی بود. آخرین سوال به دو دقیقه اسقر کریمی، این صحبت ها و به هر حال این از ترامپ گرفته تا اپوزیسیونی که شما الان نام بردید، چه تأثیری رو روند مبارزات جاری در ایران داره؟ جنبش کارگری رو میبینیم تو این روزها اصلا قوغا داره میکاره، ولی تأثیر اینا رو اون جنبش ها چه میتونه باشه؟ بفرمایید. به نظر من مردم مسیر درستی رو دارن طی میکنن و اگر دل میبستن به این بخش اپوزیسیون یا تبلیغاتی که امسال ترامپ میکنه که میتونه یه سال دیگه دوباره یکی دیگه بیاد عوض بشه این تبلیغات، مبارزات مردم به اینجا نمیرسید. این اپوزیسیون ربطی به این مبارزات مردم نداره. مردم دارن، کارگرا دارن اعتصاباتشون رو گسترش میدن، خواستای حق طلبانه دارن، اینا ربطی به سلطنت طلب و ربطی به حکومت سلطنت طلبی که 50 سال در واقع سرکوب کرده و بسیار این جمهوری اسلامی از دل اون شرایط زاییده شد، ربطی به این مردم نداره. و مردم مبارزات زنا رو داریم، مبارزات جوانا رو داریم، مبارزات مردم علیه مذهب یعنی پایه‌های ایدئولوژیک این حکومت رو داریم. ترامپ خودش یه آدمی که به شدت داره مذهب رو به عنوان مثال دامن میزنه، خود این اپوزیسیون به همین شکل، یا در مورد مبارزات کارگران مطلقاً ربطی به مبارزات کارگران ندارن. اینا بیان سر اگه به فرض محال که اینا بیان سر کار، تسمه رو از گرده مردم میکشن، طرفدار سیاست ریاضت اقتصادی هستن. و بنابراین مسئله اینه که مردم باید اتحاد خودشون رو بیشتر بکنن، خودشون رو متشکل بکنن. راه نجات مردم تو انتخاب چپ، سوسیالیسم و جریانات چپ و کمونیستی مثل حزب کمونیست کارگریه. این سیاست به نفع مردم، این سیاست مردم رو متحد میکنه، این سیاست جلو تفرقه و جلو به اصطلاح جریانات قومی و ارتجاعی در نقاط مختلف کشور رو میگیره، این سیاست هست که مردم رو در مقابل کل جمهوری اسلامی میتونه متحد کنه، اکثریت مردم زحمتکش رو. و به نظر من مردم با چشم باز باید نگاه کنن، این شرایط رو ببینن، این بحثا رو ببینن، این جنگ لفظی دولت ها رو ببینن، این اپوزیسیون از دل این شرایط بهتر بشناسن و همون مسیری که به درست الان مردم دارن میرن همین رو باید انتخاب کنن. جمهوری اسلامی تو بحران شدیدیه، امکان سرنگونیش وجود داره. اسقر کریمی وقتمون خیلی محدوده، اتحاد خودشونو دارن میبینن. خیلی ممنون اسقر کریمی که تو این برنامه شرکت کردید. متشکرم. برای بینندگان عزیز گفتگومون رو داشتیم با اسقر کریمی در مورد سخنرانی ترامپ و نتایجی که میشه ازش گرفت. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.